Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Persian Land. This is Dr. Maide. Today we use the words which are related to sleep in the context. Are you ready? So let's get started. دیشب از شدت خستگی روی مبل خوابم برد. دیشب از شدت خستگی روی مبل خوابم برد. از شدت. شدت itself means intensity, but when we use it in this context, it means very. از شدت خستگی means because I was so tired. خستگی means being tired. خوابم برد. It is a form of خواب رفتن. خواب رفتن. Look at these forms. خوابم برد. خوابم برد. خوابت برد. خوابت برد. خوابش برد. خوابش برد. خوابمون برد. خوابمون برد. خوابتون برد. خوابتون برد. خوابشون برد. خوابشون برد. من نتونستم به کلاس امروز برسم. خواب موندم. من نتونستم به کلاس امروز برسم. خواب موندم. برسم means to get to class. خواب ماندن. خواب ماندن. Oversleep. Look at these words. خواب موندم. خواب موندم. خواب موندی. خواب موندی. خواب موند. خواب موند. خواب موندیم. خواب موندیم. خواب موندید. خواب موندید. خواب موندند. خواب موندند. Pay attention that because the Persian verbs have subject marker, we easily delete the subject from the beginning of the sentences. من رو تختم خواب و بیدار بودم که یهو صدای تو رو شنیدم. من رو تختم خواب و بیدار بودم که یهو صدای تو رو شنیدم. رو. رو means روی. In informal Persian we say رو. It means رو روی تختم or رو تختم means on the bed. On my bed. خواب و بیدار. خواب و بیدار means half sleep. یهو. یهو. یهو means suddenly. صدای تو رو. صدای تو رو. In formal Persian we say صدای تو را. But را becomes رو in informal Persian. شنیدم means heard. Look at these forms. خواب و بیدار بودن. خواب و بیدار بودم. خواب و بیدار بودم. خواب و بیدار بودی. خواب و بیدار بودی. خواب و بیدار بود. خواب و بیدار بود. خواب و بیدار بودیم. خواب و بیدار بودیم. خواب و بیدار بودید. خواب و بیدار بودید. خواب و بیدار بودند. خواب و بیدار بودند. You pay attention that in informal Persian و becomes او. So we don't say خواب و بیدار. We say خواب و بیدار.
If you've learned even one thing from this clip, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel to learn more. خیلی خسته بودم. یه چرت زدم. حالا سر حال شدم. خیلی خسته بودم. یه چرت زدم. حالا سر حال شدم. خسته means tired. یه چرت زدم means I took a nap. سر حال. سر حال. سر حال بودن to means to feel better, to be energetic. چرت زدن. Look at these forms. یه چرت زدم. چرت زدم. چرت زدی. چرت زدی. چرت زد. چرت زد. چرت زدیم. چرت زدیم. چرت زدید. چرت زدید. چرت زدند. چرت زدند. دیشب بعد از مدت ها خواب تو دیدم. دیشب بعد از مدت ها خواب تو دیدم. خواب دیدن means to dream about something. دیشب means last night. بعد از مدت ها means after a while. خواب تو. خواب تو means خوابت را. In informal Persian it becomes خوابت رو and even خواب تو. خواب تو دیدم means I dreamt of you. خواب دیدن. خواب دیدن. We use these forms. من خواب دیدم. تو خواب دیدی. تو خواب دیدی. او or in informal Persian اون خواب دید. اون خواب دید. ما خواب دیدیم. ما خواب دیدیم. شما خواب دیدید. شما خواب دیدید. آنها or اونا خواب دیدند. اونا خواب دیدند. صبح به هم زنگ بزن. من ساعت 8 به بعد بیدارم. صبح به هم زنگ بزن. من ساعت 8 به بعد بیدارم. زنگ زدن یعنی تلفن زدن. To call. به هم means به من. به بعد means onwards. ساعت 8 به بعد means after 8 and onwards. بیدار بودن. We use these forms. بیدار هستم. بیدار هستم. بیدار هستی. بیدار هستی. بیدار هست. بیدار هست. بیدار هستیم. بیدار هستیم. بیدار هستید. بیدار هستید. بیدار هستند. بیدار هستند. And look at the contractions too. بیدارم. بیدارم. بیداری. بیداری. بیداره. بیداره. بیداریم. بیداریم. بیدارید. بیدارید. بیدارند. بیدارند. And as I said before, we delete the subjects at the beginning of the sentences because in Persian we have the subject markers
in the verbs. So when I say bidaram, it means man bidaram. When I say bidarim, it means ma bidarim. To support us at Persian Land, please share our channel with those learning Farsi and encourage them to subscribe too.